این کاسگری که کاسه زنها کرد، در کاسگری در صنعت خود پیدا کرد. بر خانه وجود ما نگون کاسه نهاد، من کاسه سر نگون پر از سودا کرد.
ولی من دیوونه نشدم. اون منو میزنه، خیلی زور داره. چرا از کسی کمک نخواستی؟ کمک خواستم. جیغ کشیدم، همه همسایه‌ها ریختن تو خونه، ولی اون نبود، هیچ جا نبود، غیبش زده بود. اونا فکر میکنن من دیوونه شدم. دوباره اومد بعد از رفتن همسایه‌ها. میخواد منو بکشه. من از دستش فرار کردم، تمام طول راه دنبالم بود. خیالاتی شدی. چقدر بهت بگم انقدر صفحه حوادث روزنامه ها رو نخون؟ چقدر بهت بگم انقدر این ور و اون ور نرو؟ انقدر راجع به بدبختی های مردم مصاحبه نکن؟ چقدر بهت بگم طبقه بالای این خونه خالیه؟ تو اون خونه این لعنتی تنها نمون. من تنها نیستم خاله، اونا هنوز اونجا. اونا کیه؟ پدرم، مادرم. همین فکر راست که تو رو خیالاتیت کرده. یعنی خیال بافی منو اینطوری کرده؟ نمیدونم. نمیدونی خاله؟ فکر میکنی خودزنی کردم؟ لیلا خانم. امینه، تموم کنید. باید بفهمیم این دختر کیه. خاله، خاله، ناگفته نمونه. هرچی بیشتر بدونه بهتر میتونه بهت کمک کنه. دکتر باید همه چیزو بدونه. ازش بخواه بهت بگه مشکل از کجاست. نمیخوای چیزی بگی؟ نمیدونم. به اطرافیانت اطمینان کن لیلا، ما به فکر توییم، به خاطر خودت. میدونم. پدر و مادرم 2 سال قبل مردن، من تنها فرزند خانواده بودم. الانم جز خاله و شوهرش کسی ندارم. بعد مرگ اونا من تنهایی تو خونه قدیمی و بزرگمون زندگی میکردم. راحت بودم تا خب ادامه بده. توضیحش سخته. یه دختر 6-7 ساله میخواد منو بکشه. ازش میترسی؟ خیلی. از کی وارد زندگی شد؟ از چند ماه پیش یه دفعه سر کلش پیدا شد تو خیابون یا جاهای دیگه. گاهی میدیدمش با یه شنل قرمز. اوایل کاری به کارم نداشت، فقط تعقیبم میکرد. من از نگاه کردنش میترسیدم، اما تو این چند روز حضورش بیشتر و بیشتر شده. تا دیشب اون فقط وقتی تنهام پیداش میشه. امروز صبح تنها بودم، دوباره به هم حمله کرد. چیزی هم میگه؟ گاهی صدایی مثل خرخر یا زوزه از گلوش خارج میشه. نه نه، هیچ صدایی نداره.
نمیدونم. برای چند تا آزمایش می‌نویسم، انجام بده، جوابش برام بیار. آزمایش؟ این لیلا خانم از نظر پزشکی کاملا سالمه، مغز و سیستم عصبیش هم هیچ مشکلی نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه مشکل این خانم ارگانیک نیست، یه مورد روانیه. این میتونه ریشه در گذشته های خودت داشته باشه. چه کار باید کرد؟ باید دنبالش گشت، باید پیداش کرد. از همه بیشتر به خودت بستگی داره، باید بیشتر توضیح بدی. هیچی، بیشتر از اونه که گفتم چیزی نمیدونم. چهرهش برای داشتنا نیست؟ قیافش یه جور خاصیه، به نظر آشنا میاد ولی اصلا نمیدونم که کجا دیدمش. مثل یه خاطره دور، یه چیز از یاد رفته است. میدونی از کی وارد زندگیت شد؟ دقیقاً؟ چطور انقدر مطمئن؟ اومدنش انقدر ناگهانی و یک دفعه بود که کاملا یادم مونده. درست از زمانی که تصمیم گرفتم یه دستی به سر روی خونه بکشم. باید بعضی جاهاشو تعمیر یا تمیز میکردم. از گل خونه شروع کردم، حیات خلوت و بعد انباری. میدونستم که اونجا کلی خرت و پرتی که باید دور ریخته میشد، چیزایی که اصلا ندیده بودمشون. یا بعد از مرگ پدر مادرم دلم نمیخواست ببینمشون. داخل انباری شدم. همه جا گرد و غبار و تارن کبود بود. سر یه قوچه پیر با چشمای شیشه‌ای، کالسکه قدیمی، صندلی های لهستانی، یه پنکه انگلیسی، ماشین تحریر پدر، یادم باهاش قصه های شب رادیو رو می نوشت. و یه صندوقچه، آلبوم قدیمی، عکس پدر بزرگ پدرم، دایی مامان و چند تا عکس دیگه که نمیشناختمشون و اون روز به بعد هر چی بیشتر به اون عروسک و اون دخترک فکر کردم، حضورش هم بیشتر و بیشتر شد. تا اون شب اومد توی خونه و به هم حمله کرد. اولین بارش بود.
نمیتونم بگم که شرایط لیلا منحصر به فرده، ولی باید بگم حاده. بلها روش های زیادی برای این کار وجود داره، از روش های تلقینی گرفته تا انواع روان درمانی مثل ریلکسیشن و یوگا و... نمیفهمم، یعنی ما باید چی کار کنیم؟ من هیپنوتیزم رو پیشنهاد میکنم. نه، چرا؟ آخه من از این روش میترسم. خانم لشکری، هیپنوتیزم که دیگه... آقای دکتر، باور کنین من به روش شما اطمینان دارم. شما سال هاست که از مشکلات خانواده ما با خبرین، ولی من با این روش موافق نیستم. میدونین لیلا تنها بازمانده خواهر منه، تنها بازمانده خانواده ما. نمیخوام بلای سرش بیاد. ولی تا همین حالام خیلی بلا سرم اومده خاله. من باید بفهمم قضیه چیه، گذشتم، این دختر از کجا اومده؟ اون دختر هیچ ربطی به گذشته تو نداره. من میدونم. من حاضرم آقای دکتر. لیلا، خواهش میکنم خاله. نه، بریم. خیلی ممنون آقای دکتر، من روش دیگه ایم بلدم. اجازه بدین اول اونو امتحان کنم. خاله، به من اطمینان کن. چت شده؟ چه تلفن رو قطع کردی؟ یه چند وقت به من مهلت بده. مهلت؟ مگه من کنفرانس انرژی اتمی هم که بهت مهلت بدم؟ خیلی گرفتارم. تو گرفتاری اگه باهات نباشم، پس منو برای کی میخوای؟ شروع نکن. چی رو؟ من که هنوز حرفی نزدم. برای توضیح میدم. یه هفته. اگه زنده موندم. اگه زنده بودی؟ شوخی کردم، بهت زنگ میزنم. سلام. سلام خانم معصوم. یه خبر، قرار صدام رو اعدام کنه. چرا با تحقیق من مخالفت شده؟ مخالفت؟ نه، مخالفت نشده. فقط قرار شده نوع نگاهش مشخص بشه. نوع نگاهش؟ ما قرار نیست نوع خاصی نگاه کنیم. ما فقط باید نگاه کنیم. خوب نگاه کنیم. ببینید، ترس مقوله جالبیه. ولی ترس فردی و ترس اجتماعی دو مورد کاملا متفاوتن که هر کدوم از اینا رو باید از زاویه دید خودش مورد بررسی قرار بده. استاد، اولا ترس هیچ مقوله جالبی نیست. دوما ترس فردی ناشی از وضعیت اجتماعی و وضعیت اجتماعی از عناصر کوچکترش که فرد نابیده میشه شکل میگیره. چرا انقدر سیاه میبینی؟ سیاه؟ نگاه کنی؟ صفحه حوادثو بخونی؟ ترس اجتماعی و ترس فردی رو نمیشه از هم جدا کرد. سیاه و سفید و خاکستری هم نداره. خانم معصومی، همه جای دنیا اینطوریه. پس بعد به ترس فردی و اجتماعی ترس جهانی رو هم اضافه کنی. شاید بهتره یک بار دیگه با حضور خودتون در شورا مطرح بشه. نه مرسی. میخوام موضوع تحقیقم رو عوض کنم. راجبی چی میخوای تحقیق کنی؟ تأثیر رنگ صورتی بر روابط عاشقانه. خانم معصومی، دور چشم تو کبوده؟ از ترس خودزنی کردم. البته ترس جهانی. به صلاحت نیست بری. من نمیذارم. مجبورم خاله. شما مگه جای من بودین همین کارو میکردین. خاله، لطفاً کیف و مانتوی من از تو اتاق بیارین، خواهش میکنم. بهتره بمونی یه هفته، حداقل یه هفته بمون. نمیتونم. ای کاش متوجه بودین. من باید این قضیه رو حلش کنم. Thank you.
وای که چقدر هوس پیتزا کرده بودم. چته؟ چرا تو فکری؟ نه. شنگول نیستی دیگه. همیشه که نمیشه رقصی. لیلا تو که حرف منو میفهمی؟ میترسم. از چی؟ مثل بازنشسته ها نشستی تو این خونه قدیمی با هزار جور فکر و خیال. صد بار بهت گفتم بابا این خونه رو بفروش بیا تو آپارتمان ما یه واحد 120 متری بخر امن و امان. تازه خیلی هم بهمون خوش میگذره. نه موضوع اینه که میدونم یادگار پدر مادرت. یادگار اجدادیه. امشب اینجا بمون. نمیتونم. رضا منتظرمه. من براش زنگ میزنم. بفرما خودشه. الان میپرسه شام کو. بهش میگه. خودت میدونی. سلام. سلام خوبی؟ بگو شام تو فریزره. لیلا. لیلا. اصلا الان به رضام زنگ میزنم. میگم اونم امشب بیاد اینجا. خوبه؟ امشب تنهام نذار. خب باشه. به رضا هم میگم بیاد اینجا. اشکالی داره؟ میخوام امشب تو اتاق من بخوابی. لیلا؟ نمیدونم. همه جا مهه. مه غلیظ. هیچ جا رو نمیبینم. دوست داری به عقب برگردیم؟ به گذشته های خودت؟ بله. برگرد به عقب. تا الان 17 سالته. کجایی؟ اینجا دم مدرسه. مدرسه‌مون تعطیل شده. همه دارن میرن خونه هاشون. من منتظرم بابا بیاد دنبالم. اه. چی شده؟ لیلا. لیلا. پسر احمق. کدوم پسره؟ همین پسر احمق میاد اینجا هی وای میسته. برای تو وای میسته؟ آره. اگه نازممون ببینه. تو دوستش داری؟ نه نه اصلا. هرچی بد اخلاقی میکنم بازم میاد. بیله. خیلی خوب. بذار وایسه. حالا بریم عقب‌تر. به 14 سالگی. تو 14 سالته. مامان این غذا داره میسوزه. مامان کجایی؟ مامانت کجا رفته؟ نمیدونم. هی غیبش میزنه. مامان این غذا سوخت. خیلی خوب. شعله گازو کم کن. بریم عقب‌تر. بریم به 10 سالگی. کجایی؟ تاریکه. همه جا تاریکه. صدای آژیر میاد. میترسم. هواپیما ها اومدن. میترسم. وای ریختم. وای انفجاره. مامان جون گیه نکن. میدونی اونجا کجاست؟ تو پناه کن. باید یه شخصیت دیگه یا حتی جهل ناخودآگاه. نمیفهمم. یه بمب است. بمب است؟ ولی باید ازش عبور کنی. بفرمایید سوار شین. برسونمتون. نه. مزاحم نمیشم. نه نه مزاحم نیستین.
نشون میدم. خبرنگاری؟ نه. حتما قاطی داری. شاید. بهت نمیاد. سردت نیست؟ نه. به اینجور لباس پوشیدن عادت دارم. البته اگه چیزی بدی بخورم از تو گرم بشم بعدم نمیاد. نه نه من ندارم. اینو استم پاستوریزه ای. واقعا خبرنگار نیستی؟ نه بهت گفتم که. آره گفتی. دستشویی کجاست؟ اونجا. چیکاره ای؟ دانشجو. شوهر داری؟ نه. پدر مادرت کجا؟ اونا چند سال پیش توی صحنه هوایی کشت. تا نیم ساعت دیگه اونجا. ممکنه برای مالجه شما یه راهی وجود داشته باشه. اینه بهت نگفتم چون بادار جبش فکر میکردم. گفته بودم که مقاومت طبیعی بدن به خصوص مغز اجازه ورود به حیطه ناخودآگاه نمیده حتی در حالت هیپنوتیزم، چون هیپنوتیزم هم اینطوری عمل میکنه که شخص هنوز زنده است ولی خوابه. برای عبور از این سطح فقط یک راه وجود داره، اونم اینه که مقاومت شخص کاملا از بین رفته باشه. به عبارت دیگه تنها راه باقی مونده مرگ. که بازگشت داشته باشه. در این حالت مقاومت طبیعی بدن و مغز مختل و راه ورود به اون بخش از خاطرات امکان پذیر میشه و بعد از کشف بیمار میتونه دوباره به زندگی برگرده. همچین چیزی مگه ممکنه؟ یک نفر میتونه این کارو انجام بده. مردی وجود داره که صاحب یک قدرت خارق العاده و غیر طبیعی. اون یه روانشناس جوانه که از نیروی عجیبش برای معالجه بیماری‌های خاصی استفاده می‌کرده. اما با اتفاق ناگواری که تو زندگیش پیش آمده مدت هاست که دیگه این کارو نمی‌کنه. اون این قدرت رو داره که انسان‌ها رو به خواب مصنوعی ببره. خواب مصنوعی یه جور مرگ اولیه یا موقت. اون تنها نقطه امید شماست. پیداش کن و سعی کن هر طور شده راضیش کنی که تو رو برای چند دقیقه به خواب مصنوعی ببره. تنها از این راه میتونی به گذشته فراموش شدت پی ببری.
بفرمایید. ببخشید، منزل دکتر سهرابی؟ بله، بفرمایید. تشریف دارن؟ امری داشتین؟ اگه ممکنه میخواستم راجع به یه مسئله مهمی باهاشون صحبت کنم. بفرمایید تو. ما دوقلو هستیم. بله میبینم. من فریبا هستم. اسم منم فریده است. فرق میکنیم. بیشتر که آشنا بشید متوجه میشید. مهمون داریم؟ خانومه؟ معصومی. اومدم با شما صحبت کنم. درباره؟ اگه تشریف بیاریم پایین خدمتتون میگم. میخواد منو بکشه. میدونم خیلی عجیبه ولی واقعیت داره. به یه روانشناس مراجعه کردم. اون معتقد بود که این مسئله به گذشته من مربوط میشه و بعد منو هیپنوتیزم کرد. اون منو به گذشته برد ولی من در مقابل هیپنوتیزم برای عقب‌تر رفتن از سن 7 سالگی مقاومت کردم و اون نتونست کاری بکنه. پس به این ترتیب به نقطه آخر رسیدین. اولش اینطوری فکر میکردم ولی بعد معلوم شد که برای رفتن به گذشته راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره. منظورتون چی از یه راه دیگه؟ مرگ موقت. اینا همش خیالاته. آدمی که بمیره خب مرده، نمیشه زندش کرد. ولی اون دکتر گفت که میشه. یعنی بعضیا، یعنی یه نفر گفت که شما میتونی. فکر میکنم اشتباه شده. من همچین قدرتی ندارم. آقای دکتر، من نمیدونم شما چرا قدرتتون این کار میکنی. میتونیم بگین این کارو نمیکنم. حالا به هر ببینید خانم. ببینید خانم. کسی که آدرس منو به شما داده حتما بهتون گفته من چند سال این کارو انجام نمیدم. بله. ولی گفتم شاید با شنیدن وضعیت من شما متقاعد بشید. متاسفم. خواهش میکنم یه دقیقه صبر کنی. من تو وضعیت بدی هستم. اون دختر ممکنه من... اینا به من ربطی نداره. برای حل مشکل شما حتما راه دیگه ایم هست. نیست. شما خودتونم همین الان گفتی. من حرف آخر رو اول زدم. وضعیت شما به من ربطی نداره. خواهش میکنم. اونو ببخشید. همیشه اینطوری نیست. فقط بعضی وقتا اینطوری میشه. وقتی که موضوعی باب میلش نباشه. یا نخواد دربارش فکر کنه یا حرف بزنه. اون برای عصبانی شدنش دلیل داره. یه دلیل خیلی محکم. چقدر محکم؟ دیگه نمیخواد این کارو بکنه. اون یه نفر رو کشته. یعنی چی؟ چجوری یه نفر رو کشته؟ قضیه چیه؟ تو خواب مصنوعی. شما میتونین این کارو بکنی؟ نه. ما دانشجوی پزشکی هستیم. دایی میتونه با نگاهش آدم ها رو به خواب مصنوعی ببره و اونجا نگه داره. جایی که از نظر پزشکی آدم ها مردن. شبیه مرگه. میشه مثل یه ایست قلبی که با تزریق چند تا آمپول شوک الکتریکی یا ماساژ قلبی بیمار رو دوباره زنده کرد. پس چجوری یه نفر مرده؟ دایی نمیدونه هر شخص رو واقعا چقدر میشه اونجا نگه داشت. خواب مصنوعی درست این یه تناب و مرد مثل چاه عمیق. دایی آدم ها رو با این تناب میفرسته توی چاه تا جایی که دلشون بخواد اونجا فرو برن. اونجا یه جایی ما بین مرگ و زندگی، مثل برزخ. دایی میگه هر کی تا اونجا پیش بره مرده اونو طلب میکنن و پیش خودشون میبرن. خانم بفرمایید. یک سری.
حالا میبینی سالی سفیده اینو شرط میبندی؟ آره شرط میبندم بدش من راستی میگم اصلا یادم رفت یکم آجیل بگیریم آجیل داره اینو بگیر اینو تو بگیر اینو لیلا خانم با من تماس بگیر نگرانم لیلا جون سلام ما هنوز نتونستیم دایی رو متقاعد کنیم امیدت از دست نده به ما سر بزن فریده شما باید به من کمک کنین. باید به هم کمک کنین. مجبورین. وگرنه هر اتفاقی که بر من بیفته شما مسئولی. واقعا نمیتونم. باور کنید. داره منو میکشه. اون وقت به خاطر کسی دیگه‌ای که مرده به هم کمک نمیکنی. اینو کی بهتون گفته؟ دلیلش هر چی باشه به شما ربطی نداره. داره. چون دلیل کمک نکردن به منه. چرا تقاضا مرگ یکی دیگر من باید پس بدم؟ من دارم پس میدم. احتیاج به شما نیست. نه من دارم پس میدم با مرگم. برای کی نمیدونم. اصلا اون کی بود؟ شما چرا به هم کمک نمی کنی؟ شما میتونین اونو راضی کنین؟ نمیتونین. آخه چرا؟ مگه اونی که مرده کی بوده؟ همسرش دو دقیقه فقط دو دقیقه
حاضر نیستم حتی یه لحظه بیشتر تو خواب مسئول نگه دارم. نمی ترسی که؟ کی من؟ یه کمی. راستش میخوام بدونم چی میشه. اون ورش رو مام نمیدونی، ولی این طرف اتفاق خاصی نمیافته. فقط از رفتار دایی احساس ترس و تشویش نکن. اون در تمام مدت خواب مصنوعی نمیتونه چشاشو ببنده یا حتی پلک بزنه. مجبور مستقیم به چشات خیره بشه. اینطوری تمام قدرتشو منتقل میکنه. آماده این؟ تو چشمای من نگاه کن و به اون زمان و مکانی که میخوای ببینی فکر کن. فقط به اون. بخواب. آرام و راحت بخواب. چقدر گذشته؟ 50 ثانیه. کجا؟ لیلا چرا دنبالم میای؟ عروسکمو بده. مال منه. بابا قراره برات دوچرخه بخره. خب بیا بگیر. دو دقیقه تموم شد. برگشت. چی شد؟ خواهرم بود. راستش اصلا من فکر نمی کردم سهرابی راضی بشه. خب اون وضع تو رو دید. نه، این نمیتونه باشه. یه چیز دیگه ای هم باید باشه. یه مقدارش به خاطر مریم. مریم کیه؟ همسرش. خیلی شبیه تو. وقتی اومدی خونه ما متوجه تغییر ما نشدی؟ دایی میگفت نیمروخ تو خیلی شبیه اونه. حالا که نگاه میکنم میبینم راست میگه. چرا پنهان کردی؟
چرا خودم یادم نمیاد؟ چی شده خاله؟ ماجرا مال 20 سال پیشه، وقتی که تو خواهر دوقلوت 7 سالتون بود. شما برخلاف دوقلوهای دیگه مدام با هم دعوا میکردین. دکترها میگفتن این یه حالت خاصیه که گاهی اوقات بین دوقلوها پیش میاد، ولی پدر و مادرت اصلا اهمیت نمیدادن. میگفتن وقتی بزرگ بشین همه چی درست میشه. یه روز رفتین کوهستان، در اثر یه حادثه تو و خواهر دوقلود افتادین توی رودخونه. تو رو بیهوش کنار رودخونه پیدا کردن، ولی آب خواهر تو برد. وقتی به هوش اومدی چیزی یادت نمی آمد. مامورای محلی همه رودخونه رو گشتن، ولی جسد خواهرتو پیدا نکردن. پدر و مادرت که فکر می‌کردن این حادثه اثر بدی روی تو گذاشته، تصمیم گرفتن هیچ وقت راجع به این ماجرا با تو حرفی نزنن. و تو بزرگ شدی بدون اینکه بفهمی خواهر دوقلویی داشتی. و شما قسم خوردی راجع به این ماجرا چیزی به من نگی. امینه و من و چند نفری دیگه تنها کسایی بودیم که از این ماجرا خبر داشتیم. بعد از فوت پدر و مادرت، به دلیل قسمی که مادرت داده بود، هرگز این ماجرا و وجود خواهر دوقلوت رو بازگو نکردیم. دلیلی هم نداشت. ما هرگز فکر نمی کردیم که بعد از 20 سال یه روز مریم بخواد برگرده. اسم خواهرم مریم بود. چی شده که اومده اذیتت کنه؟ مگه من چه کار کردم؟ این چیزیه که هیچ کس از اون خبر نداره. تنها شاهد ماجرا فقط خودت بودی که با فراموشید تبدیل شد به یه راز. من فقط تونستم چیزی که دیگران میدونستم ببینم، ولی واقعیت چیز دیگه است. رازیه که هیچ کس از اون خبر نداره. کمکم کن، خواهش میکنم. من دیگه از مریم نمیترسم. مریم؟ دایی، اسم خواهرش مریم بود. به من وقت بدین. سه دقیقه. این دفعه سعی کن به چیزی که میخوای برسی. از حوادث قبل سری رد شو. از وقتت استفاده کن و با سرعت حرکت کن. به اصل ماجرا برس. آماده ای؟ خودت. از 50 ثانیه گذشت. بیکربانات آماده کن. صدای چیه؟ نمیدونم. چش شده؟ چرا تکون میخوره؟ نمیدونم. اصلا
130 ثانیه گذشت. جنراتور روشن کنید. برگشت. کشتمش. چی؟ اونو انداختم تو گودال. اومده انتقام بگیره. من اونو کشتم. مریمو من کشتم. ممکنه واقعیت یا ممکنه فقط تخیلات و اوهام باشه. مگه میشه؟ قرار نیست هر اتفاقی تو خواب مصنوعی میفته درست باشه. گاهی ترس ها، دلهوره ها و حتی آرزو هامونو میبینیم. ولی این واقعیت داشت. من مریمو کشتم. میدونم. حتی میدونم جسدش کجاست. اگه اونو ببینین میفهمین که من راست میگم. من باید برم. بذار صبح شه. خیلی دوره. اگه الان را بیفتم ظهر اونجا. باید جسدش رو پیدا کنم. بعد معلوم بشه که این واقعیت داره یا نه. تنهایی که نمیتونی. شما بیاین. کشف این راز میتونه برای شما مهم باشه، درسته؟ مطمئنی محل رو میشناسی؟ قبلا یه بار با خاله رفتم. خاله؟ شما خیلی آدم عجیبی هستی. مریم هم همیشه همینو میگفت. نیمروخت خیلی شبیه اونه. البته صورت کاملت هم همینطور. ولی نیمروخت بیشتر. اون یه خال کوچیک رو بینیش داشت. متاسفم. برای چی؟ برای اینکه نیمروخت شبیه اونه یا اینکه خال رو بینید نداری؟ نه، برای مرگش. مرگ مریم به خاطر مرگ احمد پسر 5 سالمون بود. احمد از ذاتوریه مرد. واقعیتش تو بیماری احمد مریم مبصر بود. ولی من هیچ وقت هیچی بهش نگفتم. به مرز جنون رسیده بود. میگفت اگه احمد رو نبینه خودشو میکشه.
بالاخره اونو به خواب بردم. وقتی برگشت میگفت به چیزی که میخواست نرسیدیم، باید زمانو بیشتر کنیم. منم این کارو کردم. میگفت بیشتر باید بخوابه تا ببینه. و این یعنی این کاری که من برای هیچ کس نکرده بودم. میترسیدم، میترسیدم برام از دست بدم. هرچی سعی کردم راضی نشد. من مجبور شدم زمانو تا اندازه که میخواست بالا ببرم. و دیگه اون بر نگشت؟ شده؟ نه. مطمئنه که بیشتر از این میخوای بری جلو؟ منظوره چیه؟ به چی؟ همینجاست. اینجا درست همون جایی که تو خواب مصنوعی دیدم. پدر و مادرم اونجا نشسته بودم. مریم از این طرف رفت. نگفتم؟ همینجا بود. جسد باید اونجا افتاده باشه. اما خاله گفت جسد رو هیچ‌وقت پیدا نکردم. اونا همه جا رو گشته بودن. اونا توی رودخونه و اطرافش رو گشتن، ولی من اون رو انداختم توی گودال. جسد باید اونجا باشه. بعد از 20 سال؟ مطمئنی میخوای ببینیش؟ یعنی نبینمش؟ میتونی؟ باید بتونم. دنبال زیرخاکی هستین؟ تا چند سال پیش خاله و مادرش می اومدن اینجا، اما مدتیه کسی نیومده، فراموش شده است. از موقعی که اومدی نه چیزی خوردی، نه حتی کلمه حرف زدی. آدمی که خواهرشو کشته چیزی واسه گفتن نداره، داره؟ نه، حرفی نداره. ولی به شرطی که واقعا خواهرشو کشته باشه. چرا این فکر رو میکنی؟ تو باید یه بار دیگه این ماجرا رو دنبال کنی. ولی من تا آخرشو رفتم. نه، اینطور نیست. از کجا میدونی؟ برای اینکه خودتو کامل نیدی. اونجا چه اتفاقی برات افتاد؟ ولی قبل بهتر استراحت کنیم، بعدا راجبش صحبت میکنیم.
من نمیخوام چیزی رو تغییر بدم. خودت خوب میدونی یه نفر دیگه هم تو خواب مصنوعی کشته شده. اونم به همین حال تو رسیده بود. اون روز من ازش خواستم یه بار دیگه تو خواب بره و امروز از تو میخوام که این کار انجام بدی. مجازی اگه خواستی بر نگردی. اما مطمئنم که راحت تر میشی. نزدیک 5 دقیقه شده. برگشت. خواهش می‌کنم. هزار و یک. هزار و دو. هزار و سه. مونیتور. چی نشون میده؟ ریتم سینوسیه. ولی تاکیکارده. آمبو. نمیدونم چطوری. بقیهشو من بهت میگم. بهتر اول بخوابی.
بدون کابوس و بدون فکر. چطوری؟ خوبم، خیلی خوبم. اما نفهمیدم مریم چی شد. لیلا یه مهمون داریم که فکر میکنم این ماجرا رو اون باید تموم کنه. شاید حقش بود، قبلاً بهت میگفتم. رازی رو که سال هاست نیمی از اون رو توی سینه خودم حبس کردم و نیم دیگه اون رو خودتو باید پیدا میکردی. رازی که بعد از مرگ مادرت من رو هم شبها به کابوس می برد. ما اول فکر می کردیم آب مریم رو برده، برای همین تا روستای پایین و آبگیر پشت صد رو هم گشتیم، ولی هیچ اثری نبود و اون هیچ وقت پیدا نشد. و ما بزرگ شدن لیلایی رو می دیدیم که احساس می کردیم قاتل خواهرشه. با پیدا شدن دوباره مریم و حس انتقام اون، این تصور قوی تر شد و تو، فقط تو بودی که میتونستی جواب این رفتار رو پیدا کنی. و شما کاری کردین که من دوباره به خاطراتم رجوع کنم. این تنها راه بود. ولی جسد هیچ وقت پیدا نشد، نه توی گودال، نه بالای آبشار. و این معمای حل نشده یه ماجراست. مادرت این سنگ رو به یاد مریم توی این قبرستون گذاشت که نزدیک اون آبشاره و هر سال سال مرگ اون می اومد اینجا و ساعتها با اون حرف می زد. تنها من 20 سال اینو با خودم نگه داشتم. خوشحالم که من باعث مرگش نشدم.